محتویات شاهنامه را معمولاً به سه بخش تقسیم می‌کنند. بخش اول اساطیری، بخش دوم حماسی و بخش سوم تاریخی. بخش اساطیری برگرفته از منابع زیر است: خاطرات مشترک آریاییان، ایرانیان و هندوان در مناطق شمالی پیش از مهاجرت آنان به ایران و هند. دو، یادمانده‌هایی از فرمانروایان آنان در شرق ایران در نخستین دوره‌های استقرار آریاییان در این نواحی. سه، تاریخ از یاد رفته پادشاهان اشکانی که به صورت پهلوانان کیانی ظاهر شدند. شاید در حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح گروه‌هایی از آریایی‌ها به سوی غرب به اروپا رفتند و تیره‌هایی از آنان هم به سوی جنوب سرازیر شدند. از این جمع که خود را آری یا آیر یعنی آزاده می‌نامیدند، حدود 1400 سال پیش از میلاد دسته‌هایی به هند رفتند و گروه‌هایی به تدریج و به نوبت به سرزمین ایران رسیدند و نام خود را بر قلمرو جدید خود نهادند و آن را ایران نامیدند که امروز ایران نام دارد. آنچه فردوسی در داستان هاماوران گفت بیان حسرت ایرانیان به یاد روزگاران گذشته است. کاووس شاه ایران به دست امیر هاماوران اسیر شده و ترک و تازی به ایران تاختند. ایرانیان به سراغ رستم به زابلستان می روند و به او پیغام می دهند دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و رنج و بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدهاست. کسی که از پلنگان بخورده است شیر، بدین رنج ما را بود دستگیر. در میان توده های مردم نیز خاطرات تاریخی و داستان های باستانی سینه به سینه و زبان به زبان می گشت و یاد جلال و شکوه گذشتگان دلها را تسلی می داد. در شبهای سرد و دراز زمستانی جمع حماسه سرایان گرم بود. در مجامع و بزمها قوالان که وارثان سنن گوسانهای پارتی بودند با خواندن سرودهای باستانی دلها را از شور و شوق لبریز می ساختند. یاد پهلوانیهای رستم چراغ امید را در دلها برمی افروخت و غم سیاوش و فرود و اسفندیار دلها را به درد می آورد و اشک ها از چشم ها جاری می کرد. در تاریخ بخارا می خوانیم مردم بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و می گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند. یکی از سی لحن منصوب به باربد هم کین سیاوش نام داشته است. حتی در خارج از ایران در صدر اسلام مردی عرب به نام نصر بن حارث داستان رستم اسفندیار را که از مردم بین النهرین آموخته بود روایت می کرد. مجموع آن همه داستانها، خاطرها، غمها و حسرتها به صورت خاطرات مشترک قومی در حماسه ملی ایران در شاهنامه فردوسی بخت جاودانگی یافت. وقتی به شاهنامه می نگریم، تاریخ و زندگی چند هزار ساله ایران و ایرانیان را در برابر خود می یابیم. از آفرینش نخستین انسان و ظهور و تکامل تمدن بشری و داستان‌های پیکار مستمر با کلیه مظاهر اهریمنی، دوره‌های تاریخی و تشکیل حکومت‌ها و انقراض آخرین دولت باستانی و
سوگواری بران. در حماسه ملی ایران تمدن ایرانیان تمدن جهانی شناخته شده. تکوین و تکامل این تمدن که بر اساس پیکار خیر و شر استوار است، از کیومرث نخستین انسان آغاز گردیده و تکامل آن مرحله به مرحله در قالب پادشاهان اساطیری بیان شده تا به دوره تاریخی رسیده است.